سلام و درود به همه عزیزای دل، خوش اومدی به یکی دیگه از برنامه های من. اینجا 7M و من مهدی هستم. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. امروز اومدیم با یک ویدیو از یکی از بزرگترین و برترین گنجینه های دنیا که در درون افغانستان است. با همدیگه قراره به این ویدیو بپردازیم و کلی دوره هم لذت ببرید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد و لذت ببرید. با همدیگه بریم ویدیو رو ببینیم. همه با همدیگه بفرمایید. سلام، به یک دیگر از ویدیوهای کانال هپی لایف خوش آمدید. یکی از 5 گنجینه برتر جهان که همانا گنجینه باختر است. آره، اما شنیده بودم در مورد گنجینه باختر، ولی تکمیل نه، کامل نه. به هر حال گنج همیشه همه جا خوبه. گنج زندگی رو عوض میکنه. گنج شما چیه؟ گنجینه باختر یک گنجینه خیلی ارزشمند است که موجودیت آن بیش از 25 سال مبهم بود و هیچ کس نمیدانست که با ارزشترین گنجینه جهان که در سال 1978 میلادی توسط گروه باستانشناسی افغانستان و شوروی در طلاتپه شبرغان در شمال افغانستان پیدا شد در کجاست؟ در نخستین روزهای این سال، ویکتور سریاندی، باستانشناس نامدار شوروی، بالای تپه شبرغان استاده بود. ناگهان اندیشه در او پدید آمد و همین فکر سبب شد که بزرگترین گنجینه جهان پس از 2000 سال ابهام پیدا شود. با فکر و تفکر یک نفر که 100% کاردان گنجیابی بوده، بعد از چقدر سال این گنجینه پیدا شده. اون موقع ها چقدر گنج ها قایم کردن. ما توی دنیا چقدر گنج پیدا کردیم انسان ها، و چقدر هنوز زیر زمین وجود داره. کشور افغانستان رو اگه بکنی زیرشو، باور کنید پر از خیلی گنج های بیشتر زیاد است. یک روز قبل از آن که ارتش سرخ شوروی وارد افغانستان شود، سریاندی توانست با یافتن یک پارچه طلا به یکی از بزرگترین و با ارزشمندترین گنجینه طلای جهان دست یابد. در این روز سریاندی با دیدن این پارچه طلای ناب نخستین گور را پیدا کرد. در این گور که یک تابوت سرباز که با پوست حیوانات پوشیده شده بود قرار داشت و بر فراز آن یک بمب موقتی ساخته شده بود. در داخل تابوت یک شهبانوی کوشانی که سراپا با طلا مزین شده بود آرام گرفته بود. گروه قبلنا یه نفر که میمرد مثلا اعتقاد داشتن که گنج و طلا و سکه و این چیزا بکنیم تو حلقش و بدنش و همه جاش که وقتی میره این اون دنیا ثروتمند باشه. برای همینه بعد از قرنها، بعد از سالها همچنان طلاها زیر زمین هستن. بهشون میگن گنج، گنجینه. مشترک باستانشناسی افغانستان و شوروی به رهبری سریاندی که 10 سال را به دنبال تپه های آی خانم و دنبال بقای تمدن کوشانی و کاوش مشغول بود، باور نمی کرد به گنجینه باختر دست یافته است. گورها یکی پس از دیگر پیدا می‌شدند. گروه سریاندی 7 گور را پیدا کرد که در آنها 6 شهبانوی 15 تا 45 سال و 1 شهزاده کوشانی دفن بودند. گمان می‌رفت همه شهزادگان در یک زمان مرده باشند. آنها موقع رفتن به گورهایشان تحفه‌های شگفت انگیز طلا با خود داشتند. نه یکی و نه دوتا، بلکه 20,000 و 618 پارچه طلای نایاب را. 618 پارچه طلای نایاب با خودشون داشتن. بعدها بعد از 2000 سال پیدا شده. چه گنجینه‌ای بوده. همون گنجینه الان داخل افغانستان بود، الان افغانستان جایگاهش مشخص بود دیگه. با خود به گورهایشان برده بودند. اما این گنج در بدترین زمان کشف شد. ویکتور سریاندی در یک وضعیت بحرانی قرار داشت. اوضاع امنیتی هر روز بدتر می شد و آنان باید با سرعت کار می کردند. باستانشناسان هر روز به ثبت و عکس برداری و آثار می پرداختند. گنجینه طلای باختر را خطر بزرگ تهدید می کرد. اما یک فرد دوراندیش که اعضای مملکت را پیش از هر کس دیگر می دانست و فکر نجات بزرگترین ثروت کشورش شد. او دکتر نجیب، رئیس جمهور وقت بود. دکتر نجیب، ایوان از اون موقع فکرش کار می کرده. عملیات فوق سری گنجینه طلای باختر را از موزیم کابل به خزانه بانک مرکزی برد که دروازه به ارگ ریاست جمهوری دارد.
و امنترین نقطه در کشور است انتقال داد. او هر باچه از طلا را در میان پنبه پیچان و میان صندوق های کهنه گذاشت. گاه صندوق بانک مرکزی افغانستان در یک زیرزمینی 3 طبقه یک شهکار معماری است قرار داد. این زیرزمینی با پیچیده ترین تدابیر امنیتی توسط یک شرکت آلمانی در زمان نادرخان ساخته شده بود و گاه صندوقی دارد که توسط 7 قفل محافظت می شود. برای باز کردن این گاو صندوق باید تمامی 7 کلی موجود باشد. یعنی یه جای قایم شده که باید واقعا بری دنبال گنج. انگار بری دنبال گنج تو کوها خیلی راحت تره تا اونجا بری دوباره اونو پیدا کنی. اینجوری ببینید ارزشش چقدر زیاد بوده که کجاها قایمش کرده و حواسش بهش بوده که حتی خود جنم نتونه بره بگیرتش بیارتش بهش دسترسی پیدا کنه. قفل‌ها به ترتیب باز شوند. اگر کلید بدون ترتیب به داخل قفل‌ها انداخته شود، کلید داخل قفل گیر کرده و امکان باز شدن گاو صندوق از بین می‌رود. دکتر نجیب شخصا صندوق‌ها را مهرلا کرد و 7 کلید گاو صندوق را به 7 تن از متحدان بانک ملی سپرد و از آنها تعهد گرفت که درب گاو صندوق را جز برای رئیس جمهور یا یک رهبر قانونی افغانستان بر روی هیچ کس دیگر نگشایند. پس از آن کم کم شایعه گم شدن گنجینه باختر بالا گرفت. شماره می گفتند که روزها این گنجینه را با خود بردند و شماره هم می گفتند که دکتر نجیب آنها را به روزها فروخته است. این آوازه‌ها زمانی اوج گرفتند که حکومت دکتر نجیب سقوط کرد، اما او درباره گنجینه باختر خاموشی اختیار کرد. با شدت گرفتن جنگ‌های تنظیمی در کابل هیچ کس نمی‌دانست که بر سر گنجینه باختر چی آمده است. به نظرتون چی شده؟ جنگ‌های تنظیمی، جنگ‌هایی که تنظیم شدن، دعواهای سوری، خودمون هست می‌بندیم می‌ریم یه جنگی راه بندازیم، احتمالاً برای رسیدن به گنجه بوده. الان گنجه کجاست؟ تا آوازه هایی از فروشی این آثار در بازارهای جهانی پخش شدند و شماره می گفتند که این طلاها آب شده و برای خرید سلاح مصرف می شوند. گروه طالبان تمامی عکس ها و مجسمه های باستانی را نمادی از بت پرستی دانسته و تمام تابلوها و مجسمه های هنری را که به دستشان افتاده نابود کردند. با فرو پاشیدن تندیس های بودا در بامیان دیگر امیدی برای مخفی ماندن گنجینه باختر وجود نداشت. طالبان چندین بار به سراغ زیرزمینی بانک مرکزی رفتند. کارمندان را تهدید کردند که در گاو صندوق را باز کنند، اما از 7 نفری که کلید را داشتند فقط 1 نفر در بانک مانده بود و 6 نفر دیگران به مناطق دیگر جهان گریخته بودند. تنها کلیدی که دست این کارمند بود، چون کلید اول نبود، کلید بند ماند و کارمند بانک مرکزی با جرم همکاری نکردن با طالبان بیش از 3 ماه را در زندان طالبان ماند. خب آخه مثل چی میمونه؟ مثل اینکه اتمو بدی دست یه سری آدم که هیچی از اتم نمیدونن، یهو کل دنیا رو منفجر میکنن. داستان اینه. خب وقتی در طریقه استفاده درستش رو اصلا بلد نیستید، نمیدونی چیکارش، اصلا چرا میرید سراغش؟ باید چیزی که مال کاردونه دست کاردان، دست استاد باشه. یک نفر معلوم نیست کلید چندم بوده، دستش بوده، خب چرا باید این کارو باهاش بکنی؟ 6 نفر دیگه نیستن اصلا، باشن، به تو چه، مال مردمه. طالبان چندین بار کوشش کردند که درب گاو صندوق را باز کنند و حتی خواستند که درب این گاو صندوق را منفجر سازند، اما تمام کوشش های طالبان برای انفجار درب این گاو صندوق بی نتیجه ماند. تا اینکه سرانجام در 2 می سال 2003 خبر کشف مجدد آنها منتشر شد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و اشرف غنی احمدزی وزیر مالیه وقت به خزانه بانک مرکزی رفتند. آنها تصور میکردند پشت این درها به ارزش 90 میلیون دلار طلا خواهد بود و از اینکه به جز 1 تن از 7 تنی که کلیدها را داشتند در افغانستان بودند، متخصصی از شرکت سازنده گاو صندوق از آلمان خواسته شده بود و ای هر 7 قفل را باز کرد. ویکتور سریاندی با موهای سفید و با گذشت 26 سال بسیار مضطرب بود و نمیدانست چه چیزی خواهد دید.
اما در کنار 90 میلیون دلار شمش طلا، صندوق‌های فولادی با مهر دکتر نجیب وجود داشتند. وقتی این دکتر نجیب چه ثروتی گذاشته برای افغانستان. صندوق ها گشوده می شوند. سریاندی با حیرت می بیند که گنجینه باختر میان آنها محافظت شده است. سرانجام استرالیا به تاریخ 2013 یک نمایشگاه از آثار باستانی افغانستان را برگزار می نماید. برای اولین بار در استرالیا با نمایش بیش از 230 اشیای گرانبها از مناطق باستانی افغانستان می باشد برگزار می گردد. دکتر پاتریک گرین مدیر موزیم می گوید دیدن این گنجینه های قدیمی نماینگر تاریخ کهن و مردم باستانی افغانستان و جهان می باشد. یک افتخار بزرگ برای مردم استرالیا می باشد. این برنامه توسط انجمن جغرافیای ملی افغانستان سازماندهی گردیده گنجینه های پنهان از موزیم ملی کابل با داشتن زیورالات. بچه من یه چیز در مورد گنج بگم به تو. من یه چند تا رفیق دارم، یعنی داشتم، الان ازشون خبر ندارم. خیلی رفتن دنبال گنج. 100% شما هم افرادی رو میشناسید که خیلی ها میفتن دنبال گنج، گنج پیدا کردن. همه گنج ها طلسم داره. خیلی از آشناها، خیلی از کسایی که مثلا یه جوری باهاشون در ارتباط بودیم حالا از راه دور، رو میشناسم که در راه همین گنج کشته شدن، یا یه مثلا رفیقشون کشتتشون، یا اینکه اون تلسما باعث شده یه سری گازها فوران میکنه باعث میشه یارو در جا بمیره. خیلی خیلی سخت رسیدن به گنج. مغز متفکر سالیان قبل، قرنهای قبل، و شما الان بهش دقت کنید میبینید چقدر این مغزها کار میکردن و این گنجینا هنوز که هنوز ما میتونیم بهشون دست پیدا کنیم. طلایی، مجسمه های سنگی، ظروف نقاشی شده و سایر آثار هنری باستانی که در قرون 20 میلادی کشف شدند شامل می باشد. وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان می گوید یک ملت زمانی زنده می ماند که فرهنگش زنده بماند و هیچ چیز بیشتر از این گنجینه های تاریخی نمی تواند فرهنگ کهن افغانستان را نماینگر شود. با اظهار سپاس که با ما بودید، منتظر نظریاتتان هستیم. این هم از سرگذشت گنجینه باختر که دقیقاً باز من متوجه نشدم الان کجاست، به دست کی افتاد، خرج شد، مصرف شد، داخل افغانستان، داخل افغانستان نیست، تو موزه بود، معلوم نشد. به هر حال بچه اگه اطلاعاتی در مورد گنجینه باختر دارید حتما برام بنویسید. دمتون گرم که تا اینجا با من همراه بودین. فدای همتون. مرسی. تا ویدیو بعد. بای بای.